بکنم لایف شدیم. ساعت 8:01 دقیقه است. با عرض سلام خدمت همگی بینندگان عزیز، محمود رضا پیروزیان هستم از گروه فیلم و گفتگو کانون فرهنگی ایرانیان در سندیگو. خیلی خوشحالم که عنوان میزبان و مادریتور این برنامه در خدمتون هستم. کانون فرهنگی ایران یک مؤسسه غیر انتفاعی، غیر مذهبی، غیر سیاسی در سندیگو است که در عرض 30 سال گذشته در اطلاع فرهنگ و هنر ایران تلاش کرده و برنامه های مختلفی رو برگزار کرده و در این راستا فعالیت میکنه. برنامه امروز که در خدمتون هستیم جلسه پرسش و پاسخ برای فیلم بنفشه آفریقایی ساخته خانم منا زندی هست. همکنون این فیلم در کانادا و آمریکا به صورت مجازی یا آنلاین داره پخش میشه و در همین زمان هم در ایران قراره که اکران بشه. با توجه به این که در شهرهای مختلف این عمل انجام میشه در کانادا و آمریکا، سینماها و مراکز هنری و ارگانیزیشن های مختلف به عنوان پخش کننده این فیلم در شهرشون با پخش کننده این فیلم همکاری میکنن و بنابراین اگر شما بلیتی برای این فیلم تهیه میکنید، 50% این قضیه برای کمک به اونها اختصاص داده شده. بنابراین با خرید این بلیت و دیدن این فیلم شما هم به فیلمساز کمک میکنید و هم به مراکز هنری و سینمای شهرتون. خیلی ممنون از حمایتتون. من میخواستم که بهتون بگم اگرم که میخواید لیست تمام این شهرها رو ببینید، میتونید به فیسبوک و یا اینستاگرام پیج ونرا فیلم تشریف ببرید و اونجا نزدیکترین مرکزی که بهتون هست رو میتونید انتخاب بکنید و از اون طریق بلیترش رو تهیه بکنید. همچنین میخواستم از ونرا فیلم به عنوان پخش کننده این فیلم در آمریکا و کانادا تشکر بکنم و همینطور ایونتیف که دیجیتال استریمینگ پلتفرم ما هستن برای پخش این فیلم. خیلی ممنون. خب در این لحظه ازتون دعوت میکنم به تریلر فیلم بنفشه آفریقایی نگاه بکنید و بعد با مهمانان گرامی در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید. واقعا نمیتونه را بره و همشون صندل شهردار باشه. یادته من اول عاشق تو شدم یا تو؟ خب معلومه من. آقا رضا ناراحت از چی؟ که آفریدون اینجاست. آره ناراحتم که فریدون اینجاست. راحت شدی؟ ذلیل و بیچاره تر از من نیست در کوی تو. آفرین. این اگه یه مو از سرش کم بشه میان میگن نسبتتون چی بوده؟ شوهر سابق کی مون دوست داره؟ تو 15 سال زن بدی بودم برای شما، مادر بدی بودم برای بچه ها. مگه این مدت ما چند دفعه هم دیگه رو دیدیم؟ کجا شکو خانم؟ به شما باید جواب پس بدم. روزی یه گنده زدیم به زندگی بزا کمکت کنم آفهد الان شکو میاد ناجوره. آدم از سر قرار عاشقانه برگرده بود چطور شده؟
خب فکر میکنم که تریلر رو دیدید. خب اجازه بدید بدون اینکه هیچ گونه وقتی رو اتلاف بکنیم با خوشحالی دعوت بکنم از مهمانان گرامیمون که تشریف بیارن تا مصاحبهمون رو شروع بکنیم. خانم مونا زندی کارگردان این برنامه بین و خانم معتمد آریا بازیگر نقش اصلی زن. خیلی خوش آمدید. سلام، خیلی ممنون. من یه سوال کنم، ببخشید، تریلر رو من بدون صدا شنیدم، آیا بدون صدا پخش شده؟ فکر میکنم که من هم بدون صدا شنیدم. حالا از کارگردانمون میپرسم، اگر که شد دو مرتبه ما وسط برنامه یا در آخر برنامه پخش. البته به دوستان بگم که آخر برنامه ما یه سورپرایز خوب داریم، بنابراین با ما همراه باشید که قسمتی از فیلم رو در ته فیلم ببینید. خانم معتمداریا خیلی خوش آمدید. فکر میکنم صدا دارن، من تصویرشون رو میبینم. خانم معتمداریا صدای ما رو میشنوید؟ فکر کنم که باید مجدد صدا هم بله. خب من اول شما رو معرفی بکنم. خانم مونا زندی حقیقی کارگردان این فیلم هستن که متولد 1350 هستن، در تهران به دنیا آمدن. نویسنده، تهیه کننده، کارگردان، تدوینگر فیلم های مستند کوتاه و مستند و همچنین فیلم های بلند سینمایی هستند. دو تا فیلم داشتن، فیلم عصر جمعه و این فیلم بنفشه آفریقایی که بعد از مدت 13 سال لطف کردن به ما و این فیلم بلند رو ساختن. خانم معتمداریا هم که خب احتیاج به معرفی نیست، همه دوستان میشناسنشون، برنده 4 سیمرغ بلوری از جشنواره فجر و جوایز بسیار دیگه ای از جشنواره های مختلف و همچنین برای همین فیلم بنفشه آفریقایی نامزد بهترین بازیگر نقش اول بودن از جشنواره 37 فجر. خیلی خوشحالم که هر دوی شما رو در این برنامه دارم. خوش آمدید. اگر که خانم معتمداریا الان صدای ما رو میشنوید، اگر که میخواین با دوستان سلام علیکی داشته باشید در خدمتتون هستم. من که صداتون رو تست بکنم. خوب شد که من آخر صحبتتون رو شنیدم که سلام علیک کنم. خیلی خیلی خوشحالم که از راه دور میتونم با تمام کسایی که این رو دیدن یا علاقه مندن ببینن در ارتباط قرار میگیرم و سلام میکنم. مرسی، مرسی از حضورتون، خیلی ممنون. من سوال اولم رو با خانم زندی شروع میکنم. خانم زندی، حالا به صورت، من میدونم خود داستان خیلی طولانی خواهد بود اگه بخواید کامل توضیح بدید، ولی به صورت خیلی مختصر از نحوه ساخت این فیلم و چجوری شد که شما این فیلم نامه رو پسندیدید و خواستید که این فیلم رو بسازید و نحوه انتخاب بازیگرها رو به ما توضیح بدید، متشکر میشم. ممنون. فیلم که بر اساس یه قصه واقعی از یکی از نزدیکان من هست که اتفاق افتاده و خب چون خیلی سالهای زیادی این قصه در فامیل ما وجود داشت و ما میدیدیم، به نظر من میومد که خیلی میتونه موضوع جالبی نباشه، یعنی خب خیلی برام طبیعی و عادی بود چون سالها داشتم که با این زندگی میکردیم با این قصه. این قصه رو من برای، یعنی نه به عنوان قصه، اینو داشتم به عنوان یه خاطره برای آقای کیارستمی تعریف میکردم یک سالی که یک فیلمنامه ای رو برده بودم برای اینکه ایشون بخونن و نظرشون رو بدن در مورد فیلمنامه و داشتم میگفتم که آره این یه همچین اتفاقی برای یکی از فامیلای ما افتاده و خیلی جالب و اینا، و بعد آقای کیارستمی گفتن که این خیلی قصه خوبیه برای اینکه تبدیل بشه به فیلمنامه و تو چرا اصلا داری راجع به یه فیلمنامه دیگه ای کار میکنی؟ چه بهتر که راجع به همین موضوع کار کنی، اینقدر موضوعی که نسبت بهش آشنایی و میدونی که زیر و زبرش چیه، ارتباطاتش رو میدونی و همه روابط رو میدونی، چه بهتر که با همین اینو فیلمنامه کنی. و منم اینو همینطوری به عنوان یک
شنیده در واقع شنیدم و اومدم، من اینکه فکر کردم که نه اینکه نمیتونه چیز جالبی باشه، چون برای خود ما خب خیلی تکراری بود این اتفاق. سالها بعد که دوباره در واقع میخواستم قصه رو شروع کنم و به این فکر کنم که حالا کدوم فیلمنامه کار بکنم، اینو برای آقای شجاعی تعریف کردم این قصه رو و گفتم که آره من یه روز این قصه برای آقای شجاعی، برای آقای کیارستمی تعریف کردم و آقای کیارستمی خیلی از این قصه خوشش اومد و آقای شجاعی گفت این خیلی قصه خوبیه و بیا همینو کار کنیم. در واقع تلنگرش واقعا و اینکه من اصلا به این روایت واقعی خانوادگی به عنوان یک قصه فکر کنم و فکر کنم این میتونه تبدیل شه به یک فیلمنامه و تبدیل شه به یک فیلم رو ایشون در ذهن من روشن کردن و بعدم طرح کل قصه و کل ماجرایی که اتفاق افتاده بود رو برای آقای بابا بیگی که فیلمنامه نویسه فیلم هستن تعریف کردم. ایشون هم خیلی دوست داشتن و خوششون اومد از این قصه ها و شروع کردن به نگارش. خب البته اون چیزی که الان در فیلم هست و فیلمنامه‌ای که نوشته شده مو به مو عین اون واقعیتی که وجود داشته نیست، به هر حال خیلی چیزهایی اضافه شده، یک روابطی تغییر شکل داده، ولی در کلیت این در واقع قصه واقعیه که رخ داده در خانواده ما. خیلی چیزاش هم هست شده البته. بله یه بخش خیلی زیادی. خب همین الان هم از حالا راجع به انتخاب بازیگرا میرسیم بهش، ولی خانم معتمدی شما چطور این نقش رو قبول کردید و خواستید که این نقش رو بپذیرید و بازی کنید این فیلم رو؟ راستش خانم زندی وقتی این سناریو رو دادن من خوندم، خب در خیلی سناریوهای آدم در طول سال میخونه یه موضوع نامتعارف و یک موضوع جدید اولین چیزیه که آدم رو جذب میکنه و در فیلم نامه بنفش من اینطوری بود، یه چیز تابه ها کردم یا هیچ جای دیگه ندیدم کسی کار کنه، برام جذاب شد. و بعد خب اینکه با خانم زندی چه مشترکات ذهنی داشتیم راجع به این کار، هی باعث شد این سناریو هی متبلور بشه برای اینکه من بهش علاقه من بشم که بخوام کار کنیم. خیلی یه متفاوت و یه نقش شیرین دلنشین بود برای من. بله داستانش خیلی کمتر چیزی رو ما در سینما ایرانی همچین فیلمی رو دیده بودیم و موضوع جدید و تازه‌ای بود و خیلی خوب به نظر من پرداخت شده بود. در همین رابطه من یه مقدار اکسپاند میکنم سوالم و ازتون میپرسم که شما کلن اگر بخواید نقشی رو انتخاب بکنید چه چیزی رو در نظر میگیرید؟ چون طبیعتاً این انتخاب و این رو سلیقه رو میتونید داشته باشید که فیلمایی رو رد بکنید، فیلمنامه‌های رو رد بکنید یا فیلمنامه‌های رو بپذیرید. چه چیزایی برای شما مهم هست که این فیلمنامه رو قبول بکنید؟ مهمترین چیزش سناریوی خوبشه. یعنی فقط این نیست که فکر کنم یه نقش خوبی میخوام بازی کنم یا دنبال یه نقش متفاوتی باشم. اون نقش متفاوت در چارچوب اصلی خودش برای من خیلی اهمیت داره. وقتی یه فیلمنامه رو میخونم ترجیح میدم که فیلمنامه خوبی بخونم تا اینکه نقش خوبی رو بخونم. وقتی فیلمنامه خوب باشه اون وقت شما میتونید نقشی که بهتون پیشنهاد شده رو در اون چارچوب درست هی بهتر و بهتر کنین به عنوان بازیگر. ولی وقتی خود اون چارچوب اشکال داشته باشه شما هرچی هم دست و پا بزنین بیفایده است و نمیتونین به نتیجه مثبتی برسین. این در انتخاب نقش برای من مهمترین اول چارچوب خود فیلمنامه است و بعد اینکه تکراری نباشه نسبت به کارهایی که قبلا انجام دادم. بسیار عالی. خانم زندی سوال که من داشتم این که چقدر این پروژه طول کشید؟ زمان فیلمبرداریش چقدر طول کشید؟ و اینکه محل فیلمبرداری کجا بود؟
زمان خود فیلم برداری 60 روز بود، یه حدود 2 ماه و نیم کار بازسازی لوکیشن طول کشید، چون خونه ای که شما میبینید اصلا خونه نبود، این یک فضای جنگلی بود که سالها این فضا متروک بود و یک خونه ویرانه ای بود که تبدیل داشت میشد به پارکینگ. توی آمل هستش این خونه و در دست شهرداری بود. ما رفتیم صحبت کردیم و گفتیم که به ما این فرصت رو بدین که ما اینجا رو بازسازی کنیم و اینو تبدیلش کنیم به خونه. برای همین یه چیزی حدود 2 ماه و نیم فکر میکنم طول کشید تا اینکه اون جنگل، چون کل اون حیاط و اینا جنگلای جنگل بود، قشنگ کاملا درختای هرز بلند داشت و خیلی اصلا در رو ما نمیتونستیم باز بکنیم وقتی میخواستیم بریم تو. یکی از بالا رفت که بتونه اینا رو قیچی کنه ما بتونیم در رو باز کنیم بریم تو. بنابراین طول کشید 2 ماه و نیم پیش تولیدش، در واقع در مورد در ارتباط با ساخت خونه که ما در و پنجره ها رو دوباره بتونیم شبیه به واقعیت خودش که اصلش هست بسازیم، رنگ ها رو در بیاریم، نمای بیرون ساختمون رو درست بکنیم، چون اصلا نمای بیرون ساختمون ریخته بود کاملا، و اون نجاری رو درست بکنیم، حیات درست بشه، اون آلاچیق درست بشه، کوزه های رنگرزی بیاد اونجا و همه اینا یه 2 ماهی طول کشید. 60 روز هم که فیلم برداری، دقیقاً 60 روز فیلم برداری طول کشید و یک پروسه فکر میکنم بین 5 تا 6 ماه هم طول کشید برای کارهای تدوین و صدا گذاری و اصلا رنگ و اتفاقات بعدیش. بسیار عالی، خیلی ممنون. من چیزی که این فیلم خیلی منو جذب خودش کرد، استفاده بسیار بجا و خوب شما از رنگ بود. بی اختیار یاد فیلم های پدرو آلمودوار افتادم که خیلی از رنگ توی فیلم های خودش استفاده میکنه، مخصوصا رنگ های شاد، قرمز، و شما هم ترکیب رنگ های نارنجی، زرد، قرمز، بنفش و رنگ هایی که هیجان رو میاره به نوعی گاهی اوقات فضا رو رومانتیک میکنه در این فیلم استفاده کردید. صحنه اولیه فیلم که رانندگی در جاده پاییزی هست با رنگ های درخت های پاییزی که مثل یه نقاشی میمونه و خود اصلا دکوراسیون فیلم، استفاده از کلاف های رنگی، و این به نظر من یه چیز خیلی کم اتفاق تا حالا کم اتفاق افتاده توی سینما ایران. دوست دارم نظر خودتون رو راجع به استفاده از این رنگ ها و استفادهش توی فیلمتون با ما یه مقدار بیشتر توضیح بدید. ممنون میشم. ببینید اصلا شغل انتخاب شغل شکو، چون خیلی ما در زمان نگارش فیلمنامه، چون به هر حال شغل شکو قصه واقعی نبود، این جز چیزایی بود که اضافه شده به فیلمنامه، خیلی در مورد این که این زن چه شغلی داشته باشه ما فکر کردیم. چون من حتما دلم میخواست که شکو یک زن شاغلی باشه که در بخش اقتصادی خونه نقش مهمی داره و بخش اقتصادی رو در واقع میگردونه. خیلی به شغل‌های مختلف فکر کردیم. خب شکو قرار نبود یک زن تحصیل کرده مثلا خیلی فعال اجتماعی باشه، وکیل باشه یا مثلا کارمند بانک باشه. قرار بود که حتما میخواستم که یک شغل خانگی داشته باشه، کسی باشه که از وجود خودش یک چیزی رو تولید میکنه و کار میکنه. به شغلهای خیلی مختلفی فکر کردم راجع به این که این زن باید چه کار خونگی بکنه، به هر چیزی که میتونست، آشپزی، نمیدونم مثلا مواد اولیه غذایی رو آماده کردن، کارهایی که زنها در خانه، زنهای خانه‌دار میتونن در خانه ازش در واقع درآمدزایی بکنن. و تقریبا میتونم بگم همون اوایل به شغل رنگرزی رسیدم، به دلیل اینکه اصلا کاراکتر شکو به نظر من یک کاراکتر رنگیه، یعنی خود این زن یک زن رنگیه و اینقدر احساساتش و عواطفش رنگ‌های مختلف به خودش میگیره، بنابراین این مدیک نمود بیرونی هم پیدا میکرد. ضمن اینکه خب به لحاظ تصویری این شغل رنگرزی خیلی به ما فرصت و امکان اینو میداد که این حیات و این فضا رو ما تبدیلش کنیم به یک المان تصویری خوشگل، یعنی شغل کمک کنه به
بیشتر شناخته شدن کاراکتر شکو. برای این رنگ از همون ابتدا در خود فیلمنامه اصلا اومد، نه فقط چیزی بود که توی زمان ساخت یا در زمان طراحی بهش رسیدیم. ما اصلا از ابتدا که داشتیم مینوشتیم یک فیلم رنگی داشتیم مینوشتیم و خب این اومد در فیلم، در تصویر. و خب البته به شما بگم که علی آبدینی که طراح صحنه این فیلم هستش، در شناخت رنگ و اینکه چه رنگ‌هایی رو کنار هم قرار بده و این رنگ‌ها رو چطور با لباس و صحنه و رنگ دیوار و وسایل چجوری به یک هارمونی برسونه، خیلی آدم درجه یکیه تو این زمینه. و خب این ترکیب با هم دیگه به نظرم یک فیلم رنگی رو تولید کرد به لحاظ تصویری و به لحاظ کاراکتری. میگم من به نظرم شکو کلن یک کاراکتر رنگیه، یعنی با هر اتفاق درونیش یک رنگی از وجودش انگار زنده میشه، داره یک خصوصیت مستقل نیست که بگیم، فقط منظورم ثابته از مستقل، داره یک خصوصیت ثابت نیست که بگیم خب این آدم این است. یعنی دو تا تعریف کنیم راجع به شخصیت شکو، هر زمانی شکو داره یک کاراکتری انگار میشه و این از خصوصیت هاشه. حالا دوست دارم خود خانم معتمدداری ها در مورد این اگر که ایده دارن. دقیقا میخواستم همین رو ازشون بپرسم که به عنوان بازیگر این نقش دیدیم که شکو هم برحال ذره ای از عشق قدیمی به همسرش توش هست، چون دوست داره که بره بهش کمک بکنه، در این حال همسرش رو دوست داره ولی بهش دروغ میگه جایی که لازمه، یا به همسر قدیمیش دروغ میگه چون نرفته خواستگاری اون همسایه‌اش. این رنگ به رنگ شدن رو برحال شما خودتون اولا تو این شخصیت و اینکه تا چه حد این شخصیت رو پردازش کردید برای اینکه بازیش بکنید. راستش همینطور که خانم زندی میگن، در ابتدا شما وقتی یه شغل رنگی رو برای یه شخصیتی تعیین میکنین، ذهن آدم رو رنگی میکنه. این همین شیشه های کار شده توی معماری ایران که در اثر چرخش نور این رنگا تغییر میکنه، به دلیل اینکه خود شکو واقعا عین یه نوریه که میتابه به همه جا، به زندگی همه، به زندگی بچه هایش که باش ارتباط ندارن، به زندگی همسر سابقش، به زندگی مردی که داره باهاش زندگی میکنه، به اطرافش، حتی به شغلی که انتخاب کرده، انگار همش در حال پخش نوره. این خیلی ذهن آدم رو رنگی میکنه. و همینطور که میگن یه طراحی مثل آقای علی آبدینی که اصلا ذهنش رنگیه برای چیدمان وسایل صحنه‌اش یا لباسای بازیگرش و ترکیب جسورانه رنگ‌های متضاد با هم دیگه، چیزی که شاید تو این فضای خیلی خاکستری این دوران بیش از اندازه مدرن جهان خیلی کمتر اتفاق میفته. اینکه تو بتونی ذهن تو برای یه کاری که هست رنگی کنی و بدونی رنگا رو چجوری کنار هم بچینی. خب این دوتا درایتی که توی این کار وجود داشت، من نفر سوم می شدم برای انعکاس این رنگ ها و حقیقتاً چون خودم هم یه ذره رنگی هم، از رنگ موام هم متوجه می شین، این رنگ ها خیلی برای من آشنا و دلپذیر بود و انگار هر چیزی برای خودش رنگ خاصی داشت. و این دقت و انضباط هم خانم زندی و هم آقای آبدینی در حتی نصب یه گل به موهای شکوه رنگ خودش رو پیدا میکرد. برای همین شما هر چیزی که توی فیلم دارین میبینین، حتی در شکل بداهش اون رنگی میشد که مناسب فضای شکوه بود. مثلا یه جا هست به پشت موهای بافتش یه گل زرد زده و توی یه صحنه دیگه شوهرش یه گل سیکلمه خیلی خوش رنگ به موهاش اضافه میکنه. اینا هیچ کدومش اتفاقی نیست، این انتخاب رنگا، ولی در این حال در یک فضای بداهه به وجود میاد. این یعنی زندگی در لحظه و این رنگا فکر میکنم
خودشون رو به ما تحمیل میکردن که ما کدوم یه رنگ رو باید انتخاب کنیم با اون چیزی که از قبل پیش بینی شده بود برای این شخصیت. مرسی از توضیحتون. خانم زندی، بریم سراغ فیلم نامه و بعد دوباره برمیگردم سراغ یه سری کارهای کارگردانی. این ملودراما عاشقانه یه موضوع خیلی تازه و بدی بود که توی سینما ایران به نظر من اتفاق افتاد. سه تا شخصیت اصلی داره و خب به هر حال میدونیم شکوه، رضا و فریدون. به هر حال این سه نفر معلومه که یه سابقه با هم داشتن. به هر حال دو نفرشون که به هر حال زن و شوهر بودن، رضا و فریدون به نظر میرسه که با هم دوست بودن و حالا یک مقدار به صورت گذرا توی فیلمنامه به این پرداخته میشه که به هر حال چه اتفاقی افتاده، ولی اون چنان عمیق وارد شخص سازی این سه نفر نمیشیم. آیا به عمد این کار انجام شده؟ یعنی اینکه گذشته آنچنان مهم نیست و شرایط حال حاضر براتون مهم بوده که بتونید این رو برای بیننده بیان بکنید، یا اینکه نه منظور دیگه ای بود؟ نه، این کاملا به عمد بوده. اتفاقا موضوعی بود که هم در زمان نگارش فیلمنامه و هم در زمان ساخت خیلی در موردش صحبت کردیم، خیلی حتی براش قصه داشتیم، یعنی نوشته شده بود که اینا چرا از هم جدا شدن، دلیل جدایی چی بود، حتی میخوام بگم که فیلم برداری هم کردیم. اما واقعیتش اینه که من خودم شخصا فکر میکنم اصلا مهم نیست که اینا چرا از هم جدا شدن. اصلا ما قرار نیست که بیایم به یک زندگی خانوادگی، یعنی این قصه در این قصه قرار نیست به زندگی خانوادگی یک زن و شوهری که چرا از هم دیگه جدا شدن بپردازه، یا ما ببینیم که اینا چه دلایل و مشکلاتی داشتن که چرا از هم دیگه. اصلا به نظرم چه اهمیتی داره که، یعنی بعد از زمان اینو دارم میگم، بعد از یک گذر زمان چه اهمیتی داره که یک زن و شوهر چرا از هم جدا شدن، اصلا به هر دلیلی از هم جدا شدن. مهم اینه که بعد از این جدایی چه رفتاری رو پیش میگیرن، چه بچه‌ها و چه زن و شوهر با هم دیگه. یعنی اتفاق این فیلمنامه در مورد اتفاق بعد از این جداییه. بنابراین اتفاقا من از یه جایی به بعد فکر کردم هر چیزی که قراره هی به ما کد بده برای اینکه چی شد که شکوه از فریدون جدا شد رو از فیلم حذف کنم، برای اینکه اصلا موضوع این فیلم اون نیست و من به نظرم هر کسی میتونه فکر کنه که چرا به چه دلیلی فریدون از شکوه جدا شده. یکی ممکنه فکر کنه شکوه دیگه خسته شده، یا مثلا فریدون بدقلقی کرده، یا اختلاف سن اینا باعث شده، یا هر چی. یعنی هر تخیلی که تماشاگر میتونه در مورد این بکنه که چرا فریدون از شکوه جدا شده، به نظر من قابل احترامه و همونه، چون قصه راجب اون نیست. قصه راجب اینه که بعد از این جدایی چه اتفاقی افتاده و الان که چندین سال از این جدایی گذشته چطور میشه این ارتباطات دوباره به یک پیوند انسانی برسه. بنابراین من به عمد میخواستم که اصلا اشارهی به این که این قصه، چون اون وقت در این صورت میشد قصه خاص جدایی این دوتا زن و شوهر. یعنی در اون صورت ما باید میگفتیم ببینید اگر یک زن و شوهری این گونه از هم دیگه جدا بشن، یا اگر یک زن و شوهری این مشکلات رو با هم دیگه داشته باشن، حق دارن که جدا بشن و بعد از جدایی حالا میشه مثلا ما به این فرمول برسیم، در حالی که به نظر من اصلا مهم نیست که اون آدم ها چرا از هم جدا میشن، مهم اینه که چه رفتاری رو بعدش پیش میگیرن. مرسی، متشکرم. سوالی که حالا برام به وجود میاد اینه که در همین رابطه خانواده شکوه و فریدون هم بهش خیلی کم پرداخته میشه. ما فقط یک تا شات شاید نزدیکیم از صورت شهلا و حسن شاهور رو خیلی کم میبینیم آخر فیلم، یا حتی بچه هاشون رو. این هم باز به هم بوده که نخواستید این خانواده رو دخیل بکنیم و فقط این سه تا شخصیت اصلی رو ملاک قرار بدید و رابطه این سه نفر رو بهش بپردازید؟ بله، ببینین اون به نظر من اصلا کاملا یک فیلمنامه دیگه ایه و یک فیلم دیگه ایه. یعنی اینکه شما، این که اگه قرار بود که ما اینقدر دیتیل وارد این جزئیات می شدیم، این فیلم مطمئنا مثلا می شد 3 ساعت،
چون به هر حال شما باید وارد یک جریان دیگه ای بشین، یعنی برین در داخل زندگی های اینا. این فیلم در مورد این سه تا آدمه، یعنی شکو، فریدون و رضا، و حالا اتفاقاتی که در اطراف اینا هست که به ما کمک میکنه که بخوایم این دراما ببریم جلو. اما قصه راجب زندگی یک زنی که از شوهرش جدا شده و مشکلاتش با بچه هاش چیه نیست، اما ما در قصه میدونیم که این زن از همسرش جدا شده و مشکلاتی با بچه هاش داره و در همین کافیه که یک زنی از همسرش جدا شده و ما در فیلم متوجه میشیم که بچه ها دلشون نخواسته مادر رو ببینن و پدر قصه هایی رو تعریف کرده بر بچه ها که به هر حال بچه ها رو در یک موقعیتی قرار داده که بیشتر دلشون نخواد مادر رو ببینن و این فضای تعریفی که اون خانواده برای خودشون کردن باعث شده که مادر از اون زندگی منزوی بشه به دلیل انتخابی که کرده که توی اون زندگی نباشه. بارها مادر تلاش کرده برای اینکه بخواد با این خانواده و بچه‌ها به خصوص ارتباط برقرار بکنه ولی روی خوشی ندیده. و فکر می‌کنم که کسانی که این تجربه رو داشته باشن خیلی خیلی براشون قابل درک این حرفی که من الان دارم می‌زنم. من خودم این تجربه رو ندارم و مثلا بچه ندارم که این تجربه رو داشته باشم، ولی این تجربه رو خیلی زیاد دیدم در مورد کسانی که به خصوص یک زنی که می‌خواد از یک زندگی بیاد بیرون. اولین واکنش نسبت به بچه‌ها، حتی اگر بچه‌ها بزرگ هستن، اینه که مادر رو نسبت بهش نامهربانی می‌کنن و فکر می‌کنن که اون مادر نباید پدرشون رو ترک بکنه. و این توی این فیلمنامه به نظر من به اندازه‌ای که باید و تماشاگر متوجه این بشه بهش پرداخته شده. بیش از این قصه ما دیگه نیست، یعنی بیش از این دیگه قرار نیست که ما بهش بپردازیم، چون اون اصلا میشه یه جریان دیگه ای از فیلم و به نظر خود من در این اندازه خیلی کافیه، چون قصه این سه نفره و تعاملی که قراره این سه نفر با هم بکنن و از دل این سه نفر ما بفهمیم که حالا بچه‌ها هم چه رفتاری داشتن در این مورد. در مورد این موضوع من فکر می‌کنم خانم معتمداری‌ها هم تحلیلی دارن، چون ما خیلی با هم راجع به این موضوع صحبت کردیم. فکر می‌کنم شاید خوبه که ایشون هم نقطه نظراتشون رو بگن در این زمینه. حتما خواهش می‌کنم بفرمایید. من راستش رو بهتون بگم، دیروز داشتم صداهای اضافه‌ای رو که قبلا توی موبایلم ضبط کردم و پاک میکردم، به طور اتفاقی برخوردم به یک بحث خیلی خیلی طولانی که با همسرم و تدوینگر فیلم به طور خیلی خصوصی داریم راجع به فیلم نامه حرف میزنیم و راجع به شخصیت و راجع به قصه. خیلی جالب بود که اصلا هیچ وقتم به خانم زندی به طور مستقیم منتقل نشد، ولی نتیجه حرفامون رو من همیشه با خانم زندی در میون میذاشتم و اون بود اصلا این آدم چه احتیاجی هست که آدم دورش رو هی بخواد رنگ کنه، در واقع بخواد جدای از خودش تعریفی بده. به نظر من وقتی که به هر کلمه ای ما در یک فیلم دقت کنیم، خودش یه جهان رو میسازه از اون شخصیت، به شرط اینکه ما به حرفاش گوش بدیم. وقتی در یک کلمه خیلی خیلی ساده میگه به رضا، نه به فریدون، داره میگه که تو هیچ وقت به حرف من گوش نکردی که من چی دارم به تو میگم، من هیچ وقت به تو خیانت نکردم. و این تمام تعریف قصه فیلم رو در درون خودش داره و میتونه همینجوری ادامه بده و بفهمی که این زن هیچ وقت به شوهرش خیانت نکرده، از شوهرش جدا شده و با به طور اتفاقی با دوست شوهرش ازدواج کرده. تمام این سوء تفاهم ها یا نیازهایی که توی فیلمی که آدم داره میبینه به وجود میاد، اکثرا به دلیل دقت نکردن ما به یک مینیمال هایی که در فیلم وجود داره و توضیحاتی که وجود نداره. در واقع یه ذره ذهن تماشاچی در فیلمی که توضیح توش زیاد نداره خلاقتر میشه. به نظر من خودم از ساده نگری خیلی خوشم میاد. اصلا یه دلیل جاذبه فیلم نامه بنفشه آفریقایی برای من این بود که درش توضیح اضافه‌ای نمیدیدم و این به من اجازه میداد به بازیگر که در بازی خودم در عین سادگی مفهوم بیشتری رو مستتر کنم برای منتقل کردن به تماشاچی.
مرسی، مرسی از توضیحاتتون، خیلی ممنون. لطف کنید خانم معتمداریا، با آقای رضا بابک فکر میکنم شما قبلا هم همکاری داشتید و بازی کردید، فکر میکنم توی برنامه عروسکیتون. آقای سعید آقاخانی فکر کنم اولین بار بود که هم بازی میشدید، درسته؟ بله بله. تجربه بازی در این فیلم رو با این دوستان میتونید به ما بگید؟ و اینکه یه سوالی حالا به صورت خیلی همینجوری به ذهن من اومد، این تاسایی که شما میریختید همون اول جفت شد اومد، آیا چند بار شما این تاسو ریختید تا جفت شد؟ راستش کلن توی این فیلم شکوه همش جفت شیش می آورد، نه فقط شکوه، به تبعش همه ما. و خیلی جالب بود این که خانم زندی یه بار از ما خواستن که این تاسا رو بریزین، به محض اینکه ما ریختیم جفت شیش شد، بعد جفت دو شد، بعد ریختیم جفت شیش شد دوباره، بعد جفت یک شد. انقدر برامون تعجب آور بود که تاسا یه شخصیت پیدا کردن اصلا توی فیلم. شاید کسی باور نکنه ولی ما در اولین تاسی که میریختیم خانم زندی میگفت جفت شیش، جفت شیش میامد. میریختیم میگفتن اینجا ببین جفت یک میخواییم، جفت یک میامد. و اتفاقا وقتی میخواستیم تکرارش بکنیم هی تکرار میکردیم که ببینیم بهترم میشه، درسترم میشه. ولی فکر میکنم بالاخره انرژی های مثبت موجود و اطراف آدم خیلی چیزا رو برای آدم غیر قابل باورانه تغییر میده به اون جهتی که خودش میخواد یا اون مجموعه میخواد. شاید ریختن این تاسا خودش یه سمبولی بود از اتفاقاتی که توی دوران فیلمبرداری برای ما به وجود می آمد. همه چی رنگی بود، همه چی خوشایند بود، اصلا ما نمی فهمیدیم که در کجای جهان زندگی می کنیم. صبح خیلی زود می رفتیم، با طلوع خورشید یه دفعه همه محیط و مسیری رو که می رفتیم سر کار نارنجی و قرمز و زرد می دیدیم، غروبا برمی گشتیم یه رنگ بنفش خیلی زیبا. یعنی هم طبیعت و هم فضای موجود فیلم یه فضایی بود که هیچ انرژی منفی توش نمی آمد، حتی برای تاسها. برای ما جاذبهش در این بود که در اولین حرکت آخرین چیزی رو که میخواستیم به دست می آوردیم. اگه در مورد آقای بابک و آقای آقاخانی باید بگم که بازیگرها وقتی که با هم میتونن به دبستون داشته باشن خیلی خوشبختن، چون در اون زمان کوتاه میتونن یک زندگی پر از خلاقیت و آفرینش داشته باشن. در ارتباط با آقای بابک حکم استادی منو دارن و در کانون وقتی من نوجوان بودم آقای بابک کاراشون جز استثناهای کار کودک و نوجوان بود، از طرفدارانشون بودم خیلی. و بعدها در یک فاصله نه خیلی طولانی با نوجوانی من در هر کاری که انجام دادم نقش همسر آقای بابک بودم. وقت یه جا در یک فیلم ریحانه عمومو بازی کردن، ولی حتی در کارهای عروسکی اگر مرغ و خروس بودیم من هم مرغ بودم، آقای بابک خروس. برای همین یه در واقع بیشتر از این که نقش استادی داشته باشن توی فیلم ها برای من یا بزرگتر، همیشه نقش همراه بودیم با هم دیگه که خیلی لذت بخش باشون کار کردن، چون یک ظرافت عجیب غریب انسانی دارن در بازی هاشون، در لحن کمشون هیچ چیز اضافه‌ای وجود نداره در ارتباط با همکاری با آقای بابک. و اون ساده نگری و ساده طلبی آقای بابک همیشه آدم رو وادار میکنه که سر تعظیم داشته باشن در مقابل کارشون. در مورد آقای آقاخانی هم من واقعا فقط کاراشون رو دیده بودم، یه سری کارهای کمدی قدیمیشون و یه چند تا کار جدی جدیدشون رو، و خیلی از استایل بازیگرشون خوشم می آمد. خیلی بازیگرای متفاوتی رو خانم زندی تقریبا هر روز یه اسمسی رد و بدل می کردیم، یه لیست جدید از آدم ها بود. و یک بار وقتی فیلمنامه رو همسر من می خوند گفت
فکر کنم آقا خانی برای این نقش عالیه. میگم نه بابا، با خانم زندی صحبت کردم، من اصلا فکر نکردم، چون لیستی که ما داشتیم خیلی توی اسمایی خیلی فاصله داشت با آقای آقا خانی. یه روز خانم زندی گفت اصلا هیچ کس غیر از آقای آقا خانی به نظرم نمیاد که نقش عزا رو بازی کنه، و آقای آقاخانی اومدن که من اصلا هیچ وقت باهاشون ارتباط همکاری نداشتم، ولی آقای آقاخانی هم خیلی خیلی با دقت و با انضباط بودن. قبلش من در فیلم آباجان باهاشون یه بازی داشتم که خیلی با هم دیگه در ارتباط نبودیم، همش با فاصله بود، ولی اینقدر نزدیک ظرافت بیشتری توی کارشون برای من نمایان شد که میتونستم ارتباط خیلی خیلی خوبی باشون داشته باشم، البته با یه فاصله محجوبانه ای. بله بسیار عالی، خیلی هم خوب. خب من چند تا سوال دیگه دارم، منتها دوستان هم یه سری سوالات رو کردن، دوست دارم که وقت رو به دوستانم بدیم که در این فرصت این کار رو انجام بدیم، چون آخر برنامه هم یه چند دقیقه ای از فیلم سورپرایز هست که برای دوستان میخواییم پخش بکنیم. خب اولین سوال رو که من میبینم اینجا آقای شهریار سیدن، فکر میکنم که بعد این فیلم سوال جواب دادیم، ولی سوالشون این هست: سلام و تشکر، آیا در این فیلم در کاشان فیلم برداری شده؟ آیا همه معترضین در چند سال قبل به خانم معتمد آریا و دیگر عوامل فیلم در کاشان به این فیلم مرتبط بوده؟ اعتراض آنها برای چه بود؟ حتی خب رفتی به این فیلم فکر نمی‌کنم نداشت، ولی خب اگر دوست داری جواب بده. آخه اصلا فیلم در کامل فیلم برداری شده، ولی کاشان خود خانم معتمد آریا توضیح بدم. شما بخواید توضیحاتتون رو بدیم بعد من بگم. نه میگم فیلم در آموله، یعنی فیلم تو کاشان نیست، لوکیشن فیلم در آمول فیلم برداری شده. سوالش رو این بود که کاشان، ماجرای کاشان هم با من ربطی به این فیلم نداره، ولی یه موضوع خیلی من که اصلا ذهنم پاک شده و نمیدونم چه خبر بوده اون موقع، ولی فقط این که اون اعتراضات از طرف مردم در کاشان نبوده، این که خیلی مسلم و واضح بود، و بعدم من پیگیری های قانونی کردم، رسما هم ازم عذرخواهی کردن بابت اتفاقاتی که افتاده بود. بسیارم عالی. خب سوال بعدی آقای مازیار کردن، نوشتن به نظر من لوکیشن فیلم خیلی به تم ملودرام فیلم کمک کرده است، با این وجود احساس میکنم در لوکیشن های دیگه هم مثل انتخاب شهر بزرگی مثل تهران به یک صورت دیگه به داستان کمک میکرد. سوال من اینه که در انتخاب لوکیشن چه معیارهایی در نظر گرفتید؟ ببینید لوکیشن یکی از، یعنی در واقع میخوام بگم که ضلع چهارم این فیلم محسوب میشه، ضلع چهارم این کاراکتر این فیلم محسوب میشه. ما سه تا کاراکتر داشتیم و یک کاراکتر دیگه‌ای که لوکیشن بود. واقعا خیلی جاها رو، خیلی میتونم بگم غیر از جنوب و غرب ایران، ما بقیه جاهای ایران رو گشتیم برای اینکه یه جایی پیدا بکنیم که هم شهر باشه، هم رنگ داشته باشه، هم به طبیعت نزدیک باشه، هم این فضای این که شکو از شهر رفته بیرون رو بهمون بده، یعنی تو روستا نباشه، زندگی شهری بکنه ولی انگار که یک جایی رو انتخاب کرده برای آرامش بیشتر زندگی خودش. بنابراین توی جاهای خیلی زیادی که دیدیم، در نهایت یکی از دوستان که در فیلم خودش کار میکرد که مال شهر آمول بود، ما رو برد آمول و یه تعدادی خونه بهمون نشون داد، و من وقتی که این خونه رو دیدم عین اون چیزی بود که زمان نوشتن فیلمنامه من داشتم تجسم میکردم، یعنی زمانی که داشتم فکر میکردم که این فیلم قراره کجا ساخته بشه، تهیه کوچه بنبستی بود که دو طبقه بود و یه حیاط داشت. مثلا من این لوکیشن دیدم فکر کردم که مگه ممکنه مثلا همون جفشیشایی که خانم معتمدآریا میگن واقعا بود این پیدا کردن این لوکیشن، گفتم مگه ممکنه یک همچین اتفاقی، ولی خب میگم لوکیشن یک ویرانه بود و انقدر شبیه به اون چیزی بود که من میخواستم و تجسم کرده بودم که ما پذیرفتیم که بیایم مثلا یه دو ماهی اونجا رو بازسازی کنیم و آمادش بکنیم.
و فکر میکنم که اتفاقا در شهر تهران، چون به اونم فکر کردیم، ما حتی به جاهای اطراف تهران هم فکر کردیم، مثل لواسان، کردان، افجه، جاهایی که حالا خیلی هم با تهران فاصله نداره، ولی لازم بود که این فیلم خارج از تهران باشه. یعنی شکو در واقع اصلا زندگی رو از تهران و زندگی شهری به این شکل بریده بوده و رفته در جای دیگه ای. برای این خیلی مهم بود که در تهران نباشه اتفاقا. بسیار عالی. دوست دیگه ای ازتون، خانم معتمداری ها پرسیدن که سلام خانم معتمداری عزیز، من هنوز این فیلم رو ندید، نتونستم ببینم، اما میخواستم بدونم که کدوم فیلمتون رو از همه بیشتر دوست دارید. فیلم روسر آبی هم خیلی رنگی بود. صدای من رو شنیدین خانم معتمداری؟ من روسر آبیش رو شنیدم. من از اول میخونم سوال رو براتون. گفتن سلام خانم معتمداری عزیز، من نتونستم هنوز این فیلم رو ببینم، اما میخواستم بدونم کدوم فیلمتون رو بیشتر دوست داری. نمیتونم کدوم فیلم رو بیشتر. همه یه فیلم تو اون لحظه که دارم کار میکنم، یا فیلمنامه‌ای که انتخاب کردم، یا فیلمی که تموم شده، فکر میکنم این بهترین کاری بوده که میتونستم بکنم. در نتیجه هر فیلم من در دوره خودش برام بهترین فیلمی بوده که کار کردم و همونو خیلی خیلی دوست دارم. مرسی، ممنون. سوال بعدی، خانم نظریان گفتن که مادر بودن در فیلم بسیار کمرنگ است. مثلا ما خیلی محدود از بچه های شبوه میشنویم و یا زندرش مادری موفق به نظر نمی آید. آیا دلیل این اشاره محدود به این جهت است که منا زندی مادر بودن و زن بودن رو خیلی در راستای هم نمی بیند؟ خانم زندی میخواین جواب بدین؟ من فکر میکنم مادر بودن شکوه خیلی قویه، خیلی زیاد، و الزاماً مادر بودن فقط برای اینکه 4 تا یا 2 تا یا 3 تا بچه‌ای که خودش به دنیا آورده باشه نیست. اتفاقا شکو به نظر من خیلی کاراکتر مادر قوی داره، به دلیل اینکه شما در ارتباط با همه اینو می‌بینید. یعنی از اون قاسمی که داره باهاش کار میکنه، از فرشته‌ای که در کنارشه، و اصلا این که رضا هم یه جا میگه شکو همه رو میشناسه تو این شهر، این شناختن از جای فضولی شکو نیست. چون ما میبینیم که مثلا وقتی داره میره میوه میخرم، میگه که آقا فلاح خانم چطورن، بچه ها خوبن، آقا اونجا که میره گل میخره مثلا میگه آقا موسی این گلاتون امروز خیلی قشنگه ها. یعنی یک نمیدونم شما کمکم کنید، نمیدونم به جای کیرینگ میشه چه کلمه فارسی استفاده کرد، از مراقبت یه کمی بیشتره، یعنی یه ترکیب چی؟ مثل خواهد دیگری میمونه. صداتون رو نشنم، مثل چی میمونه؟ حالا صدا قطع. آره سیمین جون گفتی مثل چی میمونه؟ گفتم مثل حامیگری میمونه، انگار حامیه جهانه، مادر بله بله. ستا بچه نیست. دقیقاً، یعنی این خصوصیت مادر بودن اتفاقا به نظر من خیلی توی شخصیت شکو برجسته است، و شاید با اون مادر بودنی که خب تعریف اینه که یک مادری باید فقط مادر بچه هاش باشه، از این جداست. یعنی یه جوری به نظر میاد که مادر تمام آدم هایی که در اطرافش هست، حتی اگرچه که زن بسیار جذاب و شیرین و عاشقیه، اما حتی زنانگیش هم از جنس مراقبت از مرد زندگیشه و نه فقط از جنس یک زن بودن، باز به اون تعریف های عامی که ما داریم در مورد زن و شوهر. مرسی. یه چیزی که در مورد شکو برای خود من خیلی جذاب بود اینه که شکو انگار متعلق به هیچ کس و متعلق به همه است. وقتی که
یه دختر جوونی رو این بچه خودش بهش مشورت میده ازش نگهداری کنه، انگار مادر اون دختره. وقتی داره به رضا به عنوان یک همسر سرویس غذای خوب وسط مرتب دلخوشی میده، انگار حامی این آدمه. وقتی با فریدون برخورد میکنه انگار حامی این مرده، انگار شکو حامی جهان اطراف خودشه، نه فقط مادر بچه های خودش یا همسر شوهر خودش. انگار این مهر بیدریقی که در شکو وجود داره در همه چی مستطره، در تنظیم اون رنگا، در هم زدن رنگایی که برای نفتار آماده میکنه، در چیدمان قضاش، ریختن یک قهوه. انگار برای خودش در جهان یک تسلطی پیدا کرده به مهرورزی، و این مهرورزی اتفاقا به نظر من وقتی که در شکل مشخصی این که تعیین کنیم و تعریف کنیم شکوه مادر سه فرزند است، شکوه همسر رضاست، انگار این تعریف ها رو از توش در آوردیم. شکوه به عنوان یک انسان یک بخشی از حیاتش منوط به مهرورزی به دیگران، نه فقط به عنوان مادر یا همسر، حتی در رفتن یک شب تو بازداشت خوابیدنش. یعنی میدونین اینا شاید مثلا به که خورده قصه است، چون این سوالو حالا توی ایران از من خیلی میکنن که چرا مثلا اینقدر خورده قصه هاییه که اگه اینا رو حذف کنیم هیچ اتفاقی نمیفته. به نظر من همه اینا اگه حذف بشه اتفاق میفته، یعنی اتفاق بدی میفته، چون ما قراره از همه اینا شکو رو بشناسیم. شکو وقتی یه شب میره بازداشتگاه میخوابه، میاد یه نامه برمیداره میاره به یکی ببره بده که اصلا نمیدونه کیه، این از دستاف که میتونه بگه به من چه، نه خانم نمیرسم، خودم بنزه کافی گرفتاری دارم که حالا نمیتونم الان برم نامه شما رو بدم. ولی اون نامه دغدغشه، اون باید بره اون نامه رو تو روز بارونی برسونه به اون آدمی که اون میخواد. بعد همزمان که داره خوشی میکنه با شوهرش، دغدغشه که وای حالا فرشته چی شده، من برم به سرعیه سر بزنم. همون سرعیه که شب قبل اینو اومده در واقع شکایت کرده ازش و تو بازداشت نگهش داشته. به نظر من این ریزه ریزه ها همه نشون میده که این کاراکتر تعریف شده ای که ما از آدم داریم تعریف میکنیم الان یه کمی فراتره. انگار که همین که خانم معتمداری ها میگن، انگار یک جهانی رو برای خودش این آدم تعریف کرده و در اون جهان داره زندگیشو میکنه، بی آن که فکر کنه دیگران ممکنه چه کار خطا یا کار درستی در ارتباط با بکنن. بسیار هم خوب. یه سوال دیگه هست من میپرسم. نوشتن که در هر دو فیلم شما، خانم زندی خانم سارا علاقه‌مند نوشتن، در هر دو فیلم شما عصر جمعه و بنفشه آفریقایی هرگز فرصت حرف زدن و دفاع از خود به زن داده نشد تا از تهمتی که بهشون زده میشه دفاع کنه. آیا دلیلی برای این تکرار وجود داره؟ نه، واقعا دلیلی برای این تکرار وجود نداره، ولی شاید حتما این یک ناخودآگاهی در من که داره خودشو متبلور میکنه توی کارهایی که من دارم میکنم. ولی اینطوری نیست که من بخوام الان به این فکر کنم که خب اونجا ما یه زنی داشتیم که نتونست حرف بزنه، حالا اینجا هم یه زنی بذاریم که نمیتونه حرف بزنه، ولی شاید این میاد توی قصه ها. منتها نکته قصه ها و این فیلم ها، این دوتا فیلم در واقع در این هست که اگرچه که اینها به دلایل شرایط اجتماعی یا مرد سالارانه یا فضای عمومی جامعه یا هر چیزی نتونستن حرف بزنن و در جایی که باید نتونستن از خودشون دفاع بکنن، اما آدم های منفعلی نشدن، آدم های قربانی نشدن. چیزی که من به شدت ازش پرهیز دارم و باید بگم تو خیلی از فیلم ها من آزار میده اینه که زنهای ما اگر قدرتمندن، زنهای خیلی دوست نداشتنی هن، یعنی زنهایی هن که دارن زور میگن و مثلا پدر مردها رو میخوان در بیارن و یک ضد مردی دارن، یا زنهایی هن که بدبخت و بیچاره و ذلیلن و پدرشون در اومده و به هر حال در نهایت یک مرد ناجی باید بیاد اینا رو کمک کنه نجات بده، یا انقدر مردای اطرافشون بلا سرش آوردن که دیگه نابود شده. در هر دو فیلم، چه عصر جمعه چه بنفشه آفریقایی، این زنها این گونه نیستن. یعنی شاید مورد ظلم قرار گرفتن، شاید در بدترین شرایط، به خصوص حالا در مورد عصر جمعه، اون زن تجربه زندگی داشته،
اما مقتدر و مستقل داره زندگیشو میکنه و داره خودش رو از این مهلکه نجات میده و قربانی شرایط نشده. و این اون بخش مهمه، اینه که اگر چه نذاشتن حرف زده بشه، اما اینها زندگیشون ادامه دادن و اتفاقا قوی تر شدن. خانم متمداری فکر کنم چیزی در این زمینه میخوان بگن شاید، یا من فکر کردم. من نه، راستش میخواستم بگم دفاع کردن همیشه کار به نظر من خوبی نیست. این که تو بتونی خودتو ثابت کنی مهمه، چون دفاع کردن یعنی اینکه یه عده‌ای راجع به تو دارن یک قضاوتی میکنن که غلط، حالا تو باید بیای خود دفاع کنی. به نظر من اگر آدم همیشه در ثابت کردن خودش تلاش کنه برای اون چه که هست یا اون چه که میخواد، دیگه احتیاجی به دفاع نداره. دقیقا. مرسی، ممنون. سوال بعد رو فکر کنم شما جواب دادید راجع به اینکه چرا طلاق فریدون و شکوه به صورت مبهم در فیلم ارائه میشه. من میرم سراغ بعدی، سوال بعدی که فرصت هم چونیم هست. خانم ملوس مشتاق گفتن که هدف از جا دادن داستان فرشته در قصه چی بود؟ دلیل خاصی داشت یا صرفا به خاطر داشتن یک قصه فرعی؟ چون به نظر میاد تاثیر خاصی نداشت. خب من فکر می‌کنم این سوال رو هم جواب دادم در واقع، که چرا تاثیر خاصی داره. تاثیر خاصش رو اینه که ما بفهمیم که شکو دارای چه کاراکتری در ارتباط با اتفاقات اطرافش، ضمن این که نمیخواد جای کسی رو بگیره. این خیلی نکته مهمیه. ببینید اونجایی که فرشته بهش میخوام بگم، یعنی اینا از سر همینطوری اتفاقی یا فقط یه چیزایی بنویسیم رخ نداده. ببینید فرشته میگه که کاش تو جای مامانم بودی، و شکو اولین واکنشی که داره میگه حرف بی خود نزن. فهم کنی مادر بودن کار راحتیه، برو با مامانت حرف بزن، اونم حرف بزنین با هم دیگه، بذارین حرف همو بشنوین، چیزی که برای خودش اتفاق نیفتاده در زندگی گذشتش. و این زن میتونه تبدیل شه به این که آره اتفاقا مامان تو خیلی هم آدم جالب نیست، بیا من برات مادری میکنم. یعنی شکو هیچ وقت نمیخواد جای کسی رو بگیره. مهرورزیش برای این نیست که بخواد احاطه داشته باشه به جهان یا بخواد همه چیز رو در مایملک خودش در بیاره. اتفاقا داره آدمها رو سوق میده به سمت اینکه برن به سمت بهتر شدن خودشون. و خیلی قصه فرشته لازمه در این فیلم، به دلیل اینکه شما یک وجهی از شکوه رو در ارتباط با فرشته میبینین که به نظرم بسیار درخشانه. یعنی اون فضایی که شکو داره با فرشته تجربه میکنه و داره بهش راهکار میده، در عین حال که اگه مامانش داره مثلا یه کمی سختگیری میکنه در ارتباط با فرشته با پسری که میخواد با هم دیگه باشن، یه کمی فضا رو باز گذاشته که اینا بتونن با هم یه معاشرت بکنن. این یک جور دلش با همه داره همراهی میکنه، ولی حرفش رو میزنه، ولی جای کسی قرار نیست قرار بگیره و از مواضع اخلاقی و فکری خودش هم کنار نمیاد. برای این به نظر من خیلی حضوره و این در ارتباط با آدما مشخص میشه. یعنی اگر ما اینا رو همه رو حذف بکنیم، شکو با خودش که نمیتونه این تجربه ها رو تو فیلم نشون بده. من خیلی دوست دارم بقیه سوالا رو بپرسم، ولی میبینم که ساعت الان دقیقا یک ساعت شد که ما داریم صحبت میکنیم و بیشتر از این هم شما رو نگه دارم راستشو بخواید. بنابراین چون خودم هم چند تا سوال داشتم متاسفانه، ولی خیلی مثل برق و باد این جلسه گذشت. من اگر که دوست دارید شما با من صحبت آخر اگر حرفی صحبتی دارید اضافه بکنید که بعد ما اون فیلم حذف شده، قطعی حذف شده از فیلم رو هم برای دوستان پخش بکنید. من سوالا رو همینطور از کنار که دارم نگاه میکنم، فقط اجازه بدید یک توضیح کلی در مورد همه سوالا بدم که حالا سوالی هم بی جواب نمونه. راجع به اینکه آیا این مثلا این صحنه هایی که نوشته شده انتخاب آگاهانه بوده یا نه، من فقط میخوام این توضیح رو بدم که هر آنچه که در این فیلم نوشته شده و بعد سر صحنه ساخته شده، حالا بخشش ممکنه با اون چیزی که نوشته شده متفاوت بوده یا عین همون اجرا شده، تمام اینها بله با فکر بوده و با برنامه ریزی بوده و راجبش توضیح و دلیل وجود داره. هیچ چیزی
همینجوری حالا یه چیزی بنویسیم بذاریم تو فیلم نبوده و هر آنچه که هست به یک دلیلی این اتفاق افتاده. و در مورد شخصیت فریدون هم که به هر حال کارت بانکی داره و خودش آدم ترتمیزیه، باید بگم که فریدون ما موقعی که داره از توی خانه سالمندان میاد بیرون میبینیم که روی ویلچره و در واقع کسیه که احتیاج به مراقبت داره در زندگی شخصی خودش و بچه‌ها به هر حال اتفاقا این یه پسند، یه قصه پنهانی اون زیر داره که باز برمیگرده به اینکه خود آدم‌ها این تحلیل رو بکنن. زندگی‌های امروز و فضای خونگی امروز و آپارتمان‌ها فرصت اینو دیگه نمیده شاید که ماها خیلی بتونیم از آدمایی که خیلی هم دوستشون داریم و عزیزمون هستن اونطور که باید نگهداری بکنیم. برای این شاید حالا اگر این عزیز بودم هم با محبت بودن ما یه کمی هم کم رنگ باشه و شرایط زندگیمون هم یه کمی شرایط زندگی راحتی نباشه برای اینکه بتونیم یک سالمند رو نگه داریم، قطعا انتخاب اینه که اون سالمند رو بذاریم در جایی که ازش مراقبت بشه. ضمن اینکه من با خود اون موضوع مخالفتی ندارم، نمیخوام این بشه که خب سالمندان بده، ولی این باز اون چیزیه که شکو دوست نداره، یعنی فکر میکنه من که امکانشو دارم نگه دارم، من برم بیارمش. برای این فکر میکنم این سوالاتی که این بغل دارم میبینم و یه جوابی دادم. من حرف دیگه ای ندارم خانم معتمدی. من واقعا یه چیزی که دلم میخواد نظر خودم بگم در مورد این فیلم، یه تفاوت بزرگی که وجود داره اینه که این فیلم در اوج سادگی نه هیچ صحنه اکشنی داره، نه هیچ درام خیلی پیچیده ایره، نه ملودرامیه که تو رو غمگین کنه، نه خیلی شادت میکنه. مثل یه عاشقانه ساده است که ما از زندگیمون این روزا به دلیل مشغله زیاد و به دلیل تکنولوژی خیلی پیشرفته و به دلیل همه امکانات رفاهی که داریم از دست میدیم. یه عاشقانه ساده رو وقتی آدم بهش ساده نگاه میکنه خیلی ازش میتونه لذت ببره. خیلی ممنون، لطف کردید. واقعا تشکر میکنم که اولا صبح به این زودی جمعه صبح اومدید در این جلسه شرکت کردید برای دوستان ما در اینجا آمریکا و کانادا و اقصا نقاط دیگه دنیا اگر دارن این فیلم رو به صورت لایف میبینن. خوشحال شدم که همراهتون بودم، امیدوارم که این شرایط کرونا هم به زودی بگذره و ما بتونیم میزبان شما در سانتا کالیفرنیا باشیم. خیلی ممنون، مرسی از شما. فقط کرونا نیست، ترامپ هم هست. شکی درش نیست. تحریم ها تازه هست. اگر آقای ترامپ و کرونا هم بذاره پرواز به امریکا دیگه تقریبا غیر ممکنه. حالا ببینیم تا یکی دو ماه دیگه چه اتفاقی میفته. برای خیلی ممنون، مرسی از وجودتون، از حضورتون. خیلی ممنون، ایشالله که با فیلم های بهتر و خوبتر و زیباتر کار بکنید و ببینیمتون و همیشه همراهتون باشید. مرسی، متشکرم. دوستان روز شبتون بخیر. مرسی، مرسی، متشکرم. دوستان همیشه خیلی، دوستان عزیز به زودی تنهامون نذارید. الان به زودی قسمتی از فیلم که حذف شده و جز فیلم نبود رو براتون پخش خواهیم کرد. من یک بار دیگه از ونرافین تشکر میکنم که پخش کننده این فیلم در آمریکا و کانادا هستن. اگر که دوستانی هستن که فیلم رو ندیدن یا میخوان به دوستانتون بگید که این فیلم رو ببینن در شهر خودشون و از ارگانیزیشن و سینمای شهرشون هم حمایت بکنن، میتونید لیست جاهایی که این فیلم نمایش داده میشه رو در پیج اینستاگرام یا فیسبوک ونرا فیلم، همجوری که در این زیر میبینید داره آدرسش میاد، ببینید و اون سینما رو پیدا کنید و بلیتتون رو بخرید. هم از فیلم حمایت کردید و هم از فیلم ساز و هم از سینماگران و مراکز فرهنگیتون. همتون رو به خدا می‌سپارم و روز و شبتون بخیر و شادی. فیلم رو تماشا کنید. خداحافظ. Thank you.
کات بگو یه دفعه دیگه برگرده همینطوری. جانا تا قبل از اینکه ما بریم جاده سعید میان تو رو میگیرم بعد میان دنبال ما میریم تو جاده میخندیم. خیلی دلت براش آهنگ میرم دیالوگاشو میگن میرن، یعنی ما اینجا اصلاح نمیخوایم با خانم کامل خالی میکنی تو یه روز دندون رو جیگر بذار من میگم شهلا بیاد چشمش خیلی چشمش خیلی مریض شده بود دیگه من اینجوری که بهتره. اوکی. نه؟ یک، دو، سه.